خب دوباره سر زور و همون فیلم برداری اشتا، ولی خب چاره چی؟ روز سوم کار هست، کار تعمیر جنراتور، ولی نه هنوز جنراتور تموم شده و نه جنراتور خانه. ولی یه پیشنهادی میکنم، برگردید به ویدیوی مثلا سه روز پیش یا چهار روز پیش نگاه بکنید. برگردیم یه لحظه. ببین اون موقع اصلا حتی جنراتور خونه ای نیست یا حتی ما اصلا جنراتوری نداریم. ولی اینم بهتون بگم که سه روزه که شما دارین کارشو میبینین، در واقع یه هفته است که ما داریم روش کار میکنیم، هی یه مشکل حل میکنیم یه مشکل دیگه به وجود میاد. امروز میخوام در مورد این مسئله باهاتون صحبت کنم که اگه شروع بکنیم چی میشه و اگه شروع نکنیم چی میشه. بریم بهتون بگم. خب مسئله دقیقاً همینه، شروع کردن انقدر مهمه. اگه که فقط یک نکته دیگه رو در نظر بگیری، شروع کنی با هر چیزی که داری، ولی سعی کنی هر روز بهتر از دیروز بشی. ببینید ما این رو توی ادبیات خودمون هم داریم، میگن شله پیروز است، ولی ژاپنی ها هم مشابه با این رو دارن، بهش میگن تئوری کایزن. تئوری کایزن در مورد بهبود مستمر صحبت میکنه. شما سیستم رو تو آنالیز میکنی، کدوم کار غیر اساسیست حذفش میکنی کلن، کدوم کار اساسیست همون رو شروع میکنی و هر روز اون رو مانیتور میکنی، بررسی میکنی، یا اصلا یک تیم بررسی میذاری و هر روز سعی میکنن که فقط یک مقدار کمی اون سیستم رو بهتر بکنن. ما یک هفته هست که داریم رو جنراتور کار میکنیم و جنراتور خونه کار میکنیم. اگه یک هفته برگردیم عقب‌تر، ما اصلا اون جنراتور رو نداشتیم. ما این جنراتور رو قرض گرفتیم از یک کسی، گرفتیم آوردیم دیدیم که خرابه، اصلا اون چیزی که فکر می‌کردیم نبود، ولی شروع کردیم به بهبودش. و الان فکر کنم امروز دیگه، البته امیدوارم که امروز دیگه روشن بشه. مهمترین مسئله شروع کردن اون کار بوده. 5 سال پیش من به کسی میگفتم ما می‌خوایم یه موتور بسازیم، باور کن به اون می‌خندیدن، حتی نزدیک‌ترین کسانمون. ولی ما شروع کردیم چون میدونستیم که این تئوری کایزنه وجود داره. نتیجهش رو توی پیشرفت ژاپن دیده بودیم، نتیجهش رو توی پیشرفت شرکت تویوتا. البته یه چیزی رو تو پرانتز بگم، من تو دانشگاه با این تئوری کایزن روبرو شدم، متوجه شدم، استاد خیلی خوبی داشتم، نمونه‌هاشو بررسی کردم و دیدم واقعا جواب میده. اون روزی که ما شروع کردیم میدونستیم که از یه بالاخره صفر نیستیم، شاید مثلا 1 باشیم. از 1 شروع کردیم، امروز هم 100 نیستیم، ولی امروز حداقل شاید به 50 رسیدیم. ما الان یک برند بین‌المللی ساختیم، یک نمونه اولیه‌ای داریم، یک تیمی داریم، به 50 رسیدیم. اگه ما شروع نمی‌کردیم 5 سال پیش، توی همون 1 که چرس کنم همون 1مون هم صفر می‌شد، توی همون نقطه ما متوقف می‌شدیم. این تئوری کایزن هست. بعضی موقع تو کامنت ها میبینم میگن که تو که کارت گلکاری نیست، تو که کارت جنراتور ساختن نیست، تو برو موترت رو بساز. اتفاقا کار من همین جنراتور ساختن است. من از اینجا شروع میکنم، اینو بهبودش میدم، مشکل جنراتور خونش هم حل میکنم، مشکل باتریش هم حل میکنم. خب حالا من نیروی برق دارم، نیروی برق اجازه میده که من CNC رو ران کنم، CNC رو که ران کردم اجازه میده قالبم رو بسازم، قالبم اجازه میده بدنه و همینطوری میرم جلو و یه روزی هی هرچه بیشتر نزدیک میشم به اون صده. این چیزیه که شاید بعضیا در نظر نمیگیرن، میگن که چطور کارخونه موتور بسازیم افغانستان که نمیتونه. این باعث میشه، این طرز تفکر باعث میشه که تو شروع نکنی. تئوری کایزن میگه شروع کن با هر چیزی که داری و سعی کن هر روز بهترش کنی. مقدارش مهم نیست، فقط یک مقداری بهتر باشه. فکر کنم دیگه کم کم داره روشن میشه. بریم اونجا رو بهتون نشون بدم. حالا تئوری کایزن رو درک کردیم. اگه نه هنوز بریم ویدیوهای یه هفته قبلمون رو ببینیم که ما اصلا این جنراتور رو نداشتیم، قرضش کردیم، خیلی هم خراب بود، هر روز یه ذره بهترش کردیم و ما الان برق داریم. برق. خب بریم سراغ دوباره پشت به آفتاب، چقدر این نور بده. بریم سراغ جابجا کردنش.
امان هولش بده. امان. بگیر دیگه نایف هستم. کش کن. کش کن. امان. امان چه درست که سر از اون طرف تلاش کنی که؟ برو یالی. گوری به. کامی دیگه میدیسیم بیدیم؟ برو کجیه مقدار؟ نه خیره. نه تو خسته نباشین، خیر ببینید. خان آباد. چه نخوره تو صورتت؟ داود داود بی خیال. این الان صدای اگزوزشه. نهایتاً صدای خود ماشین رو حالا باید کم کنیم. صدای خود ماشین کم نمیشه دیگه، نه؟ نه دیگه، خود ماشین نه دیگه، باید یک پرده بگیریم. آره. خب. فقط حالا باید یه دونه پرده خوب کلوف بگیریم در اینجا. تا این صدا از دروازه بیرون نیاد، ولی از این ور خیلی خوب شده. بس قابل تحمله. همسایه‌ها رو اذیت نمی‌کنه. این بود از ویدیو امروز دیگه. چیز خاصی فکر نمی‌کنم باشه. بذار این آخرین بار اگزوزم نشون بدم. ممنون از اینکه تا اینجا ویدیو بودین. لطفا لایک کنین، شیر کنین، این کمک خیلی زیادی به اون میکنه. اگه شما حمایت ها رو ادامه بدین، ما سعی میکنیم که هر روز دیلی آپلود بکنیم. یک سال دیگه شاید این ویدیو معنی پیدا کنه. بعدا میتونیم ببینیم روز به روز چقدر تلاش کردیم تا برسیم به این نقطه. ممنون از اینکه بودین.